هر 2 دقیقه یک جنین در کشور سقط می شود. این تیتر خبری بود که روز گذشته در برخی رسانه های داخلی ایران منتشر شد. سقط جنین در کشورهای مختلف جهان علل و عوامل گوناگونی دارد که مهمترین آن فقر و وضعیت بد اقتصادی است که در ایران با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی در زمان حاضر ما شاهد افزایش چشمگیر سقط جنین هستیم. همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد. حسین علی اصلانی، مدیر مرکز تخصصی مردمی نفس در استان گلستان ایران، طی اظهاراتی مدعی شد که سالانه 350 هزار سقط جنین در کشور ایران انجام می شود. وی در ادامه افزود 95% آمار موجود مربوط به سقط جنایی و غیرقانونی است. اصلانی همچنین گفت روزانه 1000 جنین در کشور سقط می شود. این یعنی در هر 2 دقیقه یک جنین در کشور سقط می شود. این آمار حداقل سقط جنین است و آمار اعلام شده از سوی برخی مراکز حداقل 2 برابر این آمار گزارش شده است. او در ادامه افزود 20 برابر تلفات سوانح رانندگی در کشور سقط جنین انجام می شود و اگر با همین فرمان و سبک زندگی حرکت کنیم به سرعت به پیری و بحران جمعیتی نزدیک می شویم. گفتنی است این آمار در حالی اعلام می شود که ایران در بحران جمعیت به سر می برد و چند سالی است که نرخ رشد جمعیت منفی شده و به گفته کارشناسان این وضعیتی بسیار خطرناک است که کشور را به سمت پیری پیش می برد. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. در همین راستا گفتگوی داشتم با زهرا سعادات حسینی، کارشناس حوزه و دکترای حقوق بین الملل از اصفهان و از ایشان پرسیدم. آمار موجود از پدیده سقط جنین در ایران بسیار تکان دهنده است. ریشه اصلی این پدیده را در چه می‌دانید؟ بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در مورد سقط جنین، اولا که ما باید به این نکته توجه کنیم که سقط جنین در هر مرحله ای از ختم بارداری اگه اعلام بشه در طول بارداری اونو بهش سقط جنین میگن، یعنی از لحظه انعقاد نطفه شامل سقط جنین میشه تا ختم بارداری، مثلا در ماه 9 هم که باشه اونم سقط جنینه. اینطور نیست که حالا یه عده بیان میکنن از مثلا بین مردم شایع شده که نمیدونم روح دمیده نشده و سقط جنین محسوب نمیشه، نه، از لحظه انعقاد به نطفه طبق نظر مراجع تقلید و آیات و روایات ما این سقط جنین محسوب میشه تا لحظه ماه نهم بارداری که مثلا به اتمام میرسه. سقط جنین بسیار نکوهش شده در قرآن، مثلا در آیه 131 که سوره مبارکه انعام کشتن اولاد و قتل نفس محترم رو در ردیف شرک به خدای متعال دونسته. الله جل و جلاله اینقدر این مطلب رو نکوهش کرده که در ردیف شرک به خودش میدونه سقط جنین رو. خب حالا یه سری از خانواده ها مراجعه میکنن که تعدادشون هم کم نیست، بسیار هم زیادن، که دلایل سقط جنین خودشون رو عمدتاً مسائل اقتصادی میدونن و به این نکته توجه بکنیم که حتی اگه مسئله اقتصادی هم بدونی سقط جنین رو دلیلش رو صراحتا خداوند در سوره مبارکه اسراء آیه 31 میفرمایند که ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا. بچه‌هاتون رو نکشین از ترس فقر و تنگ دستی، یعنی دقیقا همین دلیلی که میارن و خداوند توی قرآن میفرمایند که به خاطر فقر و تنگ دستی بچه‌هاتون رو نکشین، نحن نرزق و ما اونا رو روزی میدیم. فکر میکنید روزیشون رو شما دارید میارید، ما داریم میدیم روزی اونا رو، چرا به خاطر نداشتن روزی میخوای فرزندتو بکشی؟ به این نکته ما توجه بکنیم که بسیاری از چیزهایی که ما از خداوند متعال میخوایم، رزق و روزی که از خدا میخوایم در دعاهامون، خداوند اون رزق و روزی رو گذاشته در گروه مثلا فلان فرزند، فلان کودکی که الان تو اونو میکشیش و باعث میشه که اون رزق و روزی به تو نرسه. اون رزق قراره مثلا خانه بزرگ، نمیدونم مرکب خوب، اینا قراره به واسطه این فرزند به تو رسیده بشه که با کشتن اون فرزند تو مانع رسیدن اون روزی هم ناخودآگاه شدی. باید بگیم که کشور ایران متاسفانه جزو کشورهاییه که آمار رشد جمعیتش خیلی منفی شده
و اگه ما در بعضی از کارشناسان اعلام میکردن اگه تو این 5 سال اخیر نتونیم این آمار رو به رشد برسونیم، با یک جمعیت پیر و یک ایران پیر ما روبرو هستیم. باید دقت کنیم که انشاءالله و جلوی این کار گرفته بشه و مقامات هم همونطور که خودشون اعتراف کردن که در بسیاری از سخنرانی‌هاشون این یک تصمیم اشتباهی بود که فرزند کمتر زندگی بهتر، یک تصمیم اشتباهی بود که گرفته شد و برعکس باید گفته بشه که فرزند بیشتر، زندگی شادتر، زندگی آرامتر، زندگی خوشحالتر، چون کودک با خودش یک شادی و نشاطی میاره در خانه که اون شادی و نشاط الان باید کلی به قول روانشناس باید براشون داروهای مختلف مصرف کرد تا اون شادی و نشاط ایجاد بشه با دارو. خب چرا با دارو و مواد شیمیایی اون شادی و نشاط رو ما به خانه هامون بیاریم، اون آرامش رو به خانه هامون بیاریم؟ با داشتن یک فرزند میشه اون آرامش و شادی و نشاط و حتی طول عمر و سلامتی برای زنانه باردار. ما میدونیم که از نظر پزشکی هم ثابت شده که زن وقتی که باردار میشه بدن سالم تری داره، بدنش از انواع سرطان ها جلوگیری میکنه وقتی که باردار میشه، بدن سالم تر و صحیح تر و نشاط روحی و آرامش روانی ثابت شده اینها از نظر روانشناسی که فرزند دختر حتی برای پدر باعث میشه که نشاط بیشتری پدر داشته باشه و امید به زندگی بیشتری داشته باشه. انشاءالله که جلوی این قضیه گرفته بشه، تمهیدات اقتصادی خوبی در نظر گرفته بشه تا سقط جنین، خصوص سقط جنین شیعیان به صفر برسه و انشاءالله آمار رشد جمعیت کشور ایران که یک کشور شیعه هست انشاءالله روز به روز بیشتر و بیشتر بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.